فصل دهم، یگانگی با تمامیت هستی. در زیر سطح ظاهری هر چیز نه تنها با هر چیز دیگر، بلکه با منشأ تمام هستی که همه چیز از آن می‌آید نیز مرتبط است. حتی یک سنگ و ساده‌تر از آن یک گل یا یک پرنده می‌تواند راه بازگشت به خداوند، به منشأ، به خودتان را نشان دهد. وقتی شما آن را نگاه می‌کنید یا در دستانتان می‌گیرید و بدون اینکه واژه‌ای به آن تحمیل کنید یا برچسب ذهنی به آن بزنید، اجازه می‌دهید که باشد، حسی از عظمت و شگفتی در درون شما به وجود می‌آید و جوهر آن پدیده در سکوت با شما ارتباط برقرار می‌کند و جوهر خودتان را به شما باز می‌تواند. چرا نفس تهدانی نقش بازی می‌کند؟ به دلیل یک فرض امتحان نشده، یک خطای بنیادی، یک فکر ناآگاهانه. آن فکر خطا این است: من کافی نیستم. و فکرهای ناآگاهانه بعدی به دنبال آن می‌آیند، مانند من برای به دست آوردن آنچه نیاز دارم تا کاملا خودم باشم باید نقشی را بازی کنم، یا من باید بیشتر به دست بیاورم تا بتوانم بیشتر باشم. ولی شما نمیتوانید بیشتر از آنچه هستید باشید، به دلیل اینکه در زیر شکل فیزیکی و روانیتان با خود زندگی یکی هستید، با هستی یکی هستید. در قلمرو شکل شما همیشه از بعضی ها پایین تر و از بعضی ها دیگر بالاتر هستید و خواهید بود. در قلمرو ذات شما از هیچ کس پایین تر یا بالاتر نیستید. اعتماد به نفس حقیقی و فروتنی حقیقی از شناخت برمیخیزد. ولی از منظر نفس تهدانی، اعتماد به نفس و فروتنی مقایر یکدیگرند. حقیقت این است که آنها یکسان و یکی هستند. کدام من میتواند جدا از زندگی، جدا از هستی وجود، جدا از هستی وجود داشته باشد؟ چنین چیزی به طور کل غیر ممکن است. بنابراین چیزی به عنوان زندگی من و من زندگی ندارم وجود ندارد. در حقیقت من زندگی هستم. من و زندگی یکی هستیم. غیر از این نمیتواند باشد. پس چطور میتوانم زندگیم را از دست بدهم؟ چطور میتوانم چیزی را که اساساً ندارم بلکه آن چیز هستم را از دست بدهم؟ این غیر ممکن است. حقیقت از آن کسی که شما هستید جدای ناپذیر است. بله، شما حقیقت هستید. همین وجودی که شما هستید حقیقت است. عیسی مسیح با گفتن این جمله: راه من هستم، حقیقت من هستم، زندگی من هستم، تلاش کرد که همین مطلب را منتقل کند. این جمله یکی از قوی ترین و مستقیم ترین اشاره ها به حقیقت است. البته اگر به درستی فهم شود، در واقع عیسی مسیح از درونی‌ترین من هستم، هویت ذاتی هر زن و مرد و هر شکل از حیات سخن می‌گوید. وی از آن زندگی که شما هستید سخن می‌گوید. بعضی از عرفای مسیحیان به آن مسیح درون می‌گویند. بودایی‌ها آن را سرشت بودای شما و هندوها آن را آتمن یا خدای سکناگزیده در درون می نامند. وقتی که شما با آن بود در درون خودتان در ارتباط هستید و در ارتباط بودن با آن نه یک دست آورد معجزه آسا، بلکه وضعیت طبیعی شماست، تمام اعمال و ارتباطات شما یگانگی با تمامیت هستی را که در جرفنای درون حس می کنید باز می تواند. این عشق است. قدردان کردن از همه چیزهای خوبی که هم‌اکنون در زندگی شما وجود دارد اساس تمام فراوانی هاست. منشأ کل فراوانی بیرون از شما نیست، بلکه بخشی از آن کسی است که شما هستید. با این حال با قدردانی و تشخیص فراوانی در بیرون آغاز کنید. سرشار بودن زندگی را در همه جا اطراف خود ببینید. گرمای خورشید بر روی پوستتان
جلوه باشکوه گلهای بیرون یک گل فروشی، گاز زدن یک میوه آبدار، خیس شدن زیر آبی که به فراوانی از آسمان فرو می‌ریزد. سرشار بودن زندگی در هر قدم جاریست. قدردانی کردن از فراوانی که همه جا اطراف شماست، فراوانی خفته در درونتان را بیدار می‌کند. سپس اجازه دهید به بیرون جاری گردد. وقتی به یک فرد ناشناس لبخند می‌زنید، یک جریان ظریف انرژی به بیرون جاری می‌شود. شما یک دهنده، یک بخشنده می‌شوید. همیشه از خودتان بپرسید: من اینجا چه چیزی می‌توانم ببخشم؟ چطور می‌توانم به این شخص و موقعیت خدمت کنم؟ لازم نیست شما چیزی داشته باشید تا احساس فراوانی کنید. هرچند که اگر به طور مداوم احساس فراوانی داشته باشید، تقریبا به طور حتم همه چیز به سوی شما می آید. فراوانی فقط به سوی کسانی می رود که همکنون آن را دارند. یک نهال چیزی نمی خواهد، چون با تمامیت همسو و همراه است و تمامیت از طریق آن عمل می کند. عیسی مسیح گفت: به زنبق‌های دشت نگاه کنید که چطور می‌رویند. آنها نه رنج می‌کشند نه مشقت، ولی حتی سلیمان با آن همه جلال و شکوهش همچون یکی از آنها آراسته نشد. می‌توانیم بگوییم که تمامیت می‌خواهد که نهال به درخت بدل شود، ولی نهال خود را جدا از زندگی نمی‌بیند و از این رو چیزی برای خود نمیخواهد. به همین دلیل نگران یا تحت فشار نیست و اگر باید نارس و نابهنگام بمیرد، به آسانی میمیرد. آن نهال همانقدر تسلیم مرگ است که تسلیم زندگی است و ریشه داشتن در هستی یا همان زندگی بیشکل و ابدی را حس میکند، بدون اینکه به مبهم بودن آن اهمیت دهد. هرگاه زایه غم‌انگیزی رخ می‌دهد، شما یا در مقابل آن مقاومت می‌کنید یا به آن تسلیم می‌شوید. بعضی از مردم تلخ و عمیقاً رنجیده می‌شوند، بعضی دیگر دلسوز، عاقل و با محبت می‌گردند. مقاومت یک انقباض درونی و سخت‌تر شدن پوسته نفس تحتانی است. در این وضعیت شما در مقابل زندگی بسته هستید، در حالی که تسلیم شدن یعنی پذیرش درونی آنچه که هست. در این وضعیت شما نسبت به زندگی باز هستید. وقتی شما به طور درونی رها میکنید، یعنی تسلیم میشوید، بُعد جدیدی از آگاهی باز میشود. اگر عمل کردن امکان و ضرورت داشته باشد، عمل شما در همسویی و هماهنگی با تمامیت خواهد بود و توسط شعور خلاق آن آگاهی بی‌قید و شرط پشتیبانی می‌شود. سپس موقعیت‌ها و مردم مفید و یاری‌رسان می‌شوند. رویدادهای همزمان رخ می‌دهند و اگر عمل کردن ممکن نباشد، شما در آرامش و سکون درون که با تسلیم می‌آید می‌آرامید. شما در خداوند می‌آرامید. وقتی من دیگر آن کسی که واقعا هستم را با شکل موقت و گذرای خود اشتباه نگیرم، آن بُعد نامحدود و ابدی می تواند خودش را از طریق من بیان کند و مرا هدایت نماید، ضمناً مرا از وابستگی به شکل رها کند. به هر حال فقط یک شناخت یا اعتقاد صرفاً عقلانی در مورد اینکه من این شکل نیستم کمکی نمی کند. مهمترین پرسش این است: آیا من می توانم در این لحظه حضور یا فضای درونی را حس کنم؟ که در واقع به این معناست: آیا من می توانم حضور خودم، یا بهتر بگوییم آن حضوری که من هستم، را حس کنم؟ از خودتان بپرسید که آیا من از اون چه دارد در این لحظه اتفاق می افتد و همچنین خود حال به عنوان فضای درونی زنده و بیشکلی که همه چیز در آن اتفاق می‌افتد آگاه هستم. اگر صلح و آرامش آن چیزی است که واقعا می‌خواهید، پس صلح و آرامش را انتخاب خواهید کرد. اگر آرامش بیش از هر چیز دیگری برای شما اهمیت داشت و اگر شما حقیقتاً خودتان را به جای یک من کوچک روح می‌دانستید،
هنگام مواجه شدن با موقعیت‌های گرفتار کننده یا افرادی که درگیری ایجاد می‌کنند، بدون واکنش و کاملاً هوشیار باقی می‌ماندید. شما بیدرنگ آن موقعیت را می‌پذیرفتید و به این صورت به جای اینکه خودتان را از آن جدا کنید، با آن یکی می‌شدید. سپس از دل این هوشیاری پاسخی می‌آمد و آن کسی پاسخ می‌داد که شما حقیقتاً هستید، یعنی آگاهی، نه آن کسی که فکر می‌کنید هستید، یک من کوچک. و این پاسخ قدرتمند و تأثیرگذار بود و هیچ شخص و موقعیتی را به دشمن بدل نمی‌کرد. همسو همراه بودن با آنچه هست با لحظه حاضر به این معنی نیست که شما دیگر نمی‌توانید تغییر ایجاد کنید یا برای اقدام به عمل ناتوان می‌شوید، بلکه به این معنی است که انگیزه اقدام به عمل از سطح عمیق‌تری می‌آید، نه از کمبود یا ترس ناشی از نفس تحتانی. همسویی و هماهنگی درونی با لحظه حاضر آگاهی شما را باز می‌کند و آن را در همسویی و هماهنگی با تمامیت قرار می‌دهد، همان تمامیتی که لحظه حاضر یک بخش جدای ناپذیر از آن است. سپس تمامیت زندگی از طریق شما عمل می‌کند. زندگی مفیدترین تجربیات برای تکامل آگاهیتان را به شما خواهد داد. و از کجا می دانید که آنچه پیش می آید همان تجربه است که لازم دارید؟ از آنجایی که این همان تجربه است که در این لحظه دارید. چطور همین حالا در صلح و آرامش باشم؟ از طریق به صلح رسیدن با لحظه حاضر. لحظه حاضر عرصه است که بازی زندگی در آن اتفاق می افتد، چرا که در هیچ جای دیگری نمی تواند اتفاق بیفتد. یک بار که شما با لحظه حاضر به صلح رسیدهید، ببینید چه اتفاقی می افتد، چه کار می توانید بکنید یا انتخاب می کنید چه کار کنید، یا بهتر بگوییم ببینید زندگی از طریق شما چه کار می کند. سه کلمه هستند که راز هنر زیستن را در خود دارند، راز تمام موفقیت ها و شادی ها را. یگانگی با زندگی، یکی بودن با زندگی، یکی بودن با حال است. سپس می فهمید که شما زندگی تان را زیست نمی کنید، بلکه این زندگی است که شما را زیست می کند. زندگی رقصنده است و شما رقص هستید. خداوند آن یگانه زندگی است که در درون و در ورای بیشمار اشکال حیات وجود دارد. عشق دوگانگی را می رساند، عاشق و معشوق، فاعل و مفعول. بنابراین عشق درک یگانگی در جهان دوگانه است. عشق درک یگانگی در جهان دوگانه است. این جاری شدن خداوند در جهان شکل است. عشق دنیا را کمتر دنیوی می کند، لطیفتر می کند و آن را نسبت به بُعد الهی و نور آگاهی شفافتر می سازد. پایان کتاب.